با افزایش تعداد قانونگذاران حامی توافق اتمی با ایران در سنا احتمال آن می رود که دموکرات ها بدون متوسل شدن به وتوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بتوانند رد توافق را از سوی جمهوری خواهان مسدود کنند. با شهلا آراسته مستقیم از مقابل کنگره در این باره گفتگو می کنیم. خانم آراسته، از وضع کمپ دموکرات های حامی توافق توضیحاتی بدین که جبهه به چه سمتی داره پیش میره؟ تعداد سناتورهایی که به حامیان سناتورهای دموکراتی که به حامیان توافق اتمی ایران پیوستن اکنون در سنا به 28 رسیده. آخرین اونها حریری رهبر اقلیت دموکرات سنا و دبی استپنو دموکرات سناتور دموکرات دیگر بود. اکنون سناتورهای دموکرات ها در سنا برای جلوگیری از رد توافق توسط جمهوری خواهان به 41 رای نیاز دارند و در صورت که رد بشه برای حفظ وتوی آقای اوباما به 34 رای نیاز دارند. پرزیدنت اوباما دیروز در یک هنگام سخنرانی در ایالت نوادا از حریری سناتور حریری سپاسگزاری کرد برای اعلام حمایتش از توافق اتمی و در ارتباط با مخالفان توافق با کنایه مطالبی علیه اونها ابراز کرد. It reflects the best of American foreign policy. این توافق تجسم بهترین سیاست خارجی آمریکاست. ما روی هیاهو و پهلوان پنبه ها تکیه نمی کنیم، بلکه تمرکز ما بر دیپلماسی اصولی قوی است که ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز می دارد. حریری دیروز در نوادا گفت هر آنچه که در قدرت داره برای متقاعد کردن دموکرات ها برای حمایت از توافق اتمی ایران به کار خواهد برد. خانم آراسته، در مجلس نمایندگان چه انتظاری میتونیم داشته باشیم در ارتباط با حمایت از توافق هسته‌ای؟ در مجلس نمایندگان تصویب قطعنامه در رد توافق اتمی ایران تقریبا به نظر حتمی میرسه. به همین دلیل نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان از در طی تعطیلات 5 هفته کنگره یک تلاش و کوشش بسیار سختی رو برای بسیج آرای حمایت و آرای دموکرات ها از حمایت از توافق اتمی ایران آغاز کرده. خانم پلوسی حامی بسیار سخت آقای اوباما هست و این کوشش ها شامل تلفن های مکالمات تلفنی و ارسال ایمیل ها هستش. خانم پلوسی به این معناست که الان برای جلب آرای دموکرات ها در مجلس نمایندگان باید 146 رای از مجموع آرای تعداد 188 دموکرات مجلس رو بتونه جلب بکنه. در مقابل جمهوری خواهان از جمله مایک پومپیو نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان میگویند که قانونگذاری که به تصویب توافق اتمی ایران رای بدهند باید منتظر پیامدها و عواقب اون در انتخابات آینده کنگره باشند، چون اونها معتقدند که این توافق برای امنیت آمریکا مضر هست و مردم آمریکا به گفته اونها ثابت کردن که روی داده که به مقامات منتخبی که درست کار انجام بدن اونها رو پاداش میدن. در میان جرالد نادلر نماینده دموکرات یهودی که در هفته گذشته در حمایت از توافق اتمی در پاسخ نامه آقای اوباما به عده از دموکرات ها حمایت خودش را از توافق اتمی اعلام کرد، اکنون مورد انتقادات سختی از جانب مخالفان ارتدوکس یهودی قرار گرفته که ایشون رو متهم میکنن که ضد یهودی است و خیانتکاره و این خودش نشانگر یک تلاش و جبهه‌گیری هایی هستش که در این ارتباط تا آغاز کار کنگره و رأی‌گیری روی ایران در این ارتباط داره انجام میگیره و آغاز شده.